سلام به تک تک شما اعضای قبیله هروسکوپ فارسی راشل هستم آسترولوژر شما و با آسترو پیام هفته آخر نوامبر 2021 با شما همراه میشم اگر مایل و پیگیری مطالب پیج هوروسکوپ فارسی هستید صفحه اوریژینال هروسکوپ فارسی رو در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید خب 23 نوامبر 2021 که هفته آخر نوامبر تعاملات زیادی از نظر آسترولوژی نداریم برای همین من فکر کردم به جای هوروسکوپ هفته یک آسترو پیام داشته باشیم و توی این پادکست در مورد مسائل کلیتر یعنی فراتر از تعاملات جزئی صحبت کنیم 23 نوامبر 2021 دقیقا زمانیه که ما ماه گرفتگی رو پشت سر گذاشتیم و به سوی یک خورشید گرفتگی در حرکتیم یعنی این که پورتال گرفتگی ها باز شده و ما درون پورتال گرفتگی ها هستیم خورشید در این لحظه که دارم با شما صحبت می کنم در یک درجه و 45 دقیقه نشان کمان داره دقیقا در پیوند با نود جنوبی که در حدود 17 ماه گذشته در نشان کماندار بوده و داره ماه آخر سفرش رو در کماندار طی میکنه در این یک درجه ای که میخواد بیاد بیرون حالا با خورشید دیدار میکنه و این به شدت به شدت مهمه چون نه تنها حالا خورشید دیدار میکنه و بعد مرکوری هم میاد جلو و با نود جنوبی دیدار میکنه نود جنوبی نقطه کارماییه نقطه کارمایی برای رهایی و بسیاری از ما باید یاد بگیریم که یک چیزهایی رو باید رها کنیم. درجه اعتماد به نفس در اینجا پایین میاد چون خورشید نوره و تحت تاثیر انرژی نود جنوبی این نور انگار که داره تخلیه میشه از یک دریچه ای که مثل فن داره مثلا این نور رو میکشه میکشه مثلا به درون یک سیاه چاله به درون یک کرم چاله نور این خورشید داره کشیده میشه اونجا انرژی ما ممکنه که پایین بیاد و اعتماد به نفسمون ممکنه که کاسته بشه و از همه مهمتر ممکنه که به نظر من مقامی یا یک یک موقعیت مهم حکومتی تحت تاثیر این انرژی خودش رو در موقعیت خطرناک از دست دادن موقعیت قدرتی ببینه به خصوص که ما تمام ماه دسامبر ونوس رو داریم که داره نزدیک به پلوتو میشه تا اونجا بیسته و وقتی که ونوس حرکت برگشتی میکنه در در کنار پلوتو در امتداد پلوتو در ماه دسامبر یعنی در ده روز آخر ماه دسامبر و تمام ماه ژانویه سال جدید بدون شک بدون شک بدون شک به نظر من پایان های ارزشی پایان های قدرتی پایان های ارزش پولها پایان تخت ها حکومت ها برای خیلی ها ممکنه که اتفاق بیفته نه برای همه اما به هر حال برای یک سری از مقامداران میتونه اتفاق بیفته چرا؟ چون که ونوس شدیدن اون چیزیه که ما بهش عشق میورزیم و پلوت و قدرته و وقتی که ما عشق به قدرت داریم و حالا ونوس اینجا میاد برگشتی میشه یعنی اینکه تغییر نظر میده نسبت به قدرت و تصمیم میگیره که از قدرت بیاد پایین و ببینیم که این به چه ترتیب عمل میکنه در کدوم حالا کشورها قدرت ها و چون ونوس پول ارزش بسیار از پول ها شروع میکنه افت کردن معیارهای مالی ارزشی عوض میشه اون چیزهایی که دوست داریم رو باید بسیار رو از دست بدیم و به نظر من با این قرارگیری خورشید کنار نود جنوبی که اون هم دریشه رهاییه ما دقیقا داریم احساس میکنیم که یک سفر جدیدی قرار برای روح ما آغاز بشه که لازمه اون یک سری پایان هاست با حضور خورشید در نشان کماندار که مرکوری هم وارد میشه ولی در دروازه ورودیش ند جنوبی نشسته که این اتفاق 18 سال پیش افتاده بوده و این موقعیت موقعیتی که نود جنوبی در این نقطه باشه در این نقطه از نشان کماندار دقیقا 18 سال پیش بوده بنابراین این چیز عادی نیستش که بخواد دائم تکرار بشه و در حالی که ما داریم میریم به سمت خورشید گرفتگی در نشان کماندار مطمئنن بسیاری از ما داریم وارد سفر جدید زندگی میشیم و در این سفر جدید قسمت های باید به پایان برسه قبل از اینکه این سفر آغاز بشه و پلوتو در ونوس در کنار پلوتو این کار رو انجام میده بسیاری از ما اون چیزهایی رو که یه روزی فکر میکردیم ارزشمنده اما دیگه قسمتی از سفرمون نیست اونها پایین میاد و این اصلا آسون نیست چون پلوتو ترسه و ما در این مسیر بدون شک با ترس روبرو میشیم ترس از دست دادن ها. میدونم که پادکستم رو سنگین شروع کردم اما به هر حال خورشید کنار نود جنوبیه و من همیشه اول موقعیت خورشید رو میگم و چون نود جنوبی انرژی رها کردن و تخلیه داره روح ما در معرض این تخلیه قرار گرفته و با حضور ونوس در کنار پلوتو که حرکت برگشتیش رو شروع میکنه من چاره ای ندارم جز این که این دوتا رو با هم ارزیابی بکنم و بعد بگه اوی راشل ما رو ترسوندی به هر حال قسمتی از زندگی و تکامل ما رویارویی با ترس هامونه و اگر ما با ترس هامون روبرو نشیم به شجاعت و قدرت نمیرسیم به قدرت درون نمیرسیم و اگر با مشکلات و موانع روبرو نشیم به حکمت نمیرسیم شخصا خود من که اینجا نشستم تو زندگی از وقتی که چشم باز کردم خودم رو شناختم همه جور مشکل و درد و مانعی داشتم یعنی <applause> روح من شخصا تقبل کرده که یک حکمت همه جانبه در این زندگی کسب بکنه و شما هر چیزی رو که بیاید به من بگید من میتونم حکمتش رو داشته باشم چون تا این لحظه تجربه کردم بنابراین وقتی که ما قراره که به حکمت برسیم و به خصوص کسانی که الان اینجا حضور دارن و شنوندگانه که در این جور یعنی شنونده این جور صحبت ها هستن مطمئنا اونها معنی حکمت، مشکل، موانع، عبور، قدرت درون رو حس میکنن برای ما دقیقا در آخر ماه آخر سال 2021 واقعا 2021 و و داره تموم میشه آخر دو هزار و در آخر 2021 ما میرسیم به نقطه ای که با ترس هامون رو به رو بشیم خیلی چیزها رو از دست بدیم چون لازمه سفر جدیده ممکنه که قلب هامون بشکنه ممکنه که پول از دست بدیم ممکنه که عزیزی از دست بدیم رابطه از دست بدیم باوری از دست بدیم به هر حال یک چیزی داره از گذشته ما میره و این خورشید در کنار نود جنوبی که انرژی خورشید رو داره تخلیه میکنه و ممکنه که حس میگم اعتماد به نفس غرور داره از ایگوی ما شسته میشه همه این رو برای من تدایی میکنه که ما ناگذیریم از این مرحله سنگینه رویارویی با ترس ها و تغییر ارزش ها عبور کنیم در نقطه دیگه هستیم که مرکوری داره ما رو فرا میخونه به تفکر عمیقتر و اون هم از نظر احساسیه الان ماه در خرچنگه و تا ساعت دیگه میرسه به روبروی پلوتو اگرچه الان دقیقا با نپتون در ارتباطه و نپتون میتونه یک حال خوب معنوی به ما بده اما به هر حال وقتی که روبری پولوتو عبور میکنه تا چند ساعت دیگه ما استرس و استراب مرکوری در اقرب رو بیشتر دریافت میکنیم مرکوری در اقرب در انتهای اقرب در عمیق ترین طبقات آسانسور روح ما خاطرات ما روان ما در حال کافتنه خاطرات رو ورق میزنه کلمات رو میبینه بهشون دقت میکنه جمله هایی رو یادش میاد از دوران کودکی مثلا مادرش پدرش بهش یه چیزی گفته این الان براش اونها مطرح میشه یه چیز رو میدونید ما در سفر زندگی هر چقدر آگاهتر میشیم هر چقدر از ارتعاش ها بیشتر یعنی به ارتعاش ها بیشتر حساس میشیم و از ارتعاش ها در حقیقت آگاهتر میشیم ما گذشته کلمات و رفتارهایی که با همون شده برامون بیشتر مفهوم پیدا میکنه چون سلول هامون میتونه اونها رو عمیقتر حس کنه چون وایبریشن ها رو وایبریشن ها رو خالصتر میگیره و نابتر حس میکنه و وقتی که شما نابتر حس میکنید هم حس درد خیلی ناب میشه هم حس شادی هم حس غم ناب می و خالص میشه هم حس نمیدونم پرواز یعنی هر حسی هر حسی برای شما خالص تر میشه بنابراین در حالی که ما جوپیتر رو داریم در نشان آکواریوس که داره به ما یعنی در یک سالی که گذشته به ما شناخت داده از ارتعاش و این شناخت ارتعاش یعنی هم در مورد من من نوعی هم در مورد قلم روی من اطراف من و هم در مورد ارتعاش دیگران در رابطه با من همه اینها رو داره به من شناخت میده در این حالت تمام وجود من تمام دی این ای روح من داره نسبت به احساسم آگاه تر میشه و حساس تر میشه مثل این میمونه که شما یک انرژی کوچیک برق رو بهش حساس میشید راحت احساسش میکنید در حالی که بقیه اون رو حس نمیکنن مرکوری در 28 درجه نشان عقرب امروز 28 و 44 رسیده و میخواد اینجا رو تموم بکنه وارد نشان کماندار بشه بذارید از اینجا شروع کنم بریم به سمت کماندار ببینید خورشید در اقرب بود مرکوری در اقرب خب انرژی اقرب برای همه ما سنگینه چون انرژی اعماق بارها گفتم وقتی که ما میریم توی عمیقترین لایه های آب اقیانوس ها خب فشار زیاد میشه در ته اقیانوس فشار اونقدر زیاده که حتی قواز ها نمیتونن برن اونجا رو خوب کند و کاف کنن چون نسبت به فشار آب باید بتونن یعنی یک مقاومتی باید پیدا بشه از نظر فیزیک و اینکه حالا چقدر این داستان پیش رفته من در جریان نیستم اما به هر حال ته آب فشارش خیلی زیاده دقیقا همون حالت برای روح ماست وقتی که ما در اغرب فرو میریم چون میریم ته آب فشارش برای ما خیلی زیاده و اون ته آب هر چیزی که غرق شده ته آبه کشتی که غرق میشه همه چیش میریزه ته آب صندوقچه هایی که خیلی وقت ها دیدید میریزه ته آب یک قواسی میره اونو باز میکنه مثلا توی فیلم ها گنج پیدا میکنه یا جسد پیدا میکنه یا نه یه چیزی پیدا میکنه این همون گنجینه ها اون همون صندوق بسته شده که ما میندازیم ته آب وجودمون میندازیم اون اعماق روحمون که اصلا این بره همونجا فعلا باشه غرق میشه در حقیقت اما اونجا رسوب میکنه میشینه نشست میکنه نه اینکه از اونجا خارج بشه از اونجا خارج نمیشه و وقتی که ما سیارات رو داریم در نشان اقرب مثلا مرکوری رو داریم در اقرب خب ذهنمون میره اونجا و میره اونجا مرکوری که اصلا ماشاءالله همه طرف هم همه جا هم حرکت میکنه و به زودی هم به درجات میرسه که بهش میگیم out of bound یعنی فراتر از اون چیزی که باید بره کلا مرکوری اون وسعت حرکتش خیلی زیاده و وقتی که میره به این اعماق فشار ذهنی رو ما زیاده چون همون صندوقچه ها دفترچه ها خاطرات همه چیز رو از گذشته میبینیم یه چیزی که من میخوام امروز خیلی روش تکیه بکنم این قسمته من در گذشته نیستم اما انرژی من در گذشته است این, این... این... این دقیقا میشه همونی که ما گذشته و حال و آینده رو داریم با هم زندگی میکنیم ما میگیم که از نظر بود سوم که بود فیزیکیه بدن فیزیکی من اینجاست اما از نظر انرژی بخوایم حساب بکنیم من در گذشته هم هستم الان در حالم هستم در آیندم هم هستم چطور گذشته به من وصله به خاطر اینکه اون خاطراتی که من ساختم و دارم اومده اینجا وصله به من آینده به من وصله چون من در نقطه حال گذشته آینده خودمم یعنی من در این نقطه ای که الان هستم خاطرات خاطرات ورژن آیندم هم. بنابراین من الان دارم ورژن آینده رو می سازم. پس من الان هم گذشتم هم, هم حالم هم هم, هم متوجه شدید اینو و این نکته خیلی اهمیت داره به خصوص زمانی که آکواریوس فعاله جوپیتر توی آکواریوس سطح ارتعاش رو داره افزایش میده ما داریم میریم تو ارتعاش یعنی چی؟ یعنی داریم از بدن فیزیکی فراتر میریم و داریم ارتعاش رو حس میکنیم و وقتی که داریم ارتعاش رو حس میکنیم یعنی میفهمیم که من ارتعاشم اون وقت میشم گذشته حال آینده ارتعاشم دیگه فراتر از زمان خاطرات گذشته میشه راشل حال خاطرات حال میشه راشل آینده و من در این نقطه ای که هستم دارم راشل آینده رو به سمتش نگاه میکنم چون جوپیتر در آکواریوس یعنی ارتعاش آینده سترنم در آکواریوسه و ما ماه نو رو داریم در نشان کماندار خورشید گرفتگی نشان کماندار هم نشان آینده دیدگاه بزرگتر و وسیعتر رهایی ببینید انرژی کماندار و آکواریوس از خیلی نظرها مشابه همه و به همین دلیل من نوشتم براتون که خیلی وقته که ما تجربه آزادی کمانداری و آکواریوسی رو نداشتیم چون این دوتا نشان هستن که کسی نمیتونه زنجیرشون بکنه بحث خوب و بدشون نیست که یکی بگه که مثلا بدن دیگه همینجور میذارن میره اصلا بحث خوب و بد نیست این دوتا نشان قابل زنجیر شدن نیستن نه اکواریوس نه کماندار و اینکه من مثلا میگم دوتا نشان منظورم دوتا آدم نیست چون بارها دیدم مثلا یکی می نویسه که نه من یک کماندار رو میشناختم اینجوری نبود بارها گفتم که انسان ها ترکیبی از دوازده نشان هستند تو این دوازده نشان سیارات هستند تعاملات هستند و ما نمیتونیم بگیم که یک نشان مساویس با یک آدم اما ما میتونیم بگیم که یک نشانی که در یک نفر قالبه چه خصوصیاتی خیلی تو شایع میتونه باشه مثلا پس بر اساس این گفته اونهایی که کماندار و آکواریسشون اکتیوه یکی از خصوصیاتشون اینه که قابل زنجیر شدن نیستن و میخوان آزاد و رها باشن و ما الان داریم میریم به سمت انرژی کماندار خورشید رفته توی کماندار مرکور داره میاد توی کماندار خورشید گرفتگی در نشان کماندار خواهد بود می‌بینید؟ پس کماندار داره اکتیو میشه وقتی کماندار داره اکتیو میشه باید نگاه کنیم ببینیم که اونایی که میخواید استرولوژی یاد بگیرید وقتی کماندار فعال میشه نگاه کنید ببینید که حاکمش کجا نشسته جوپیتر نشسته توی آکواریوس و این خیلی جالبه چون کماندار و دو دوتا نشانی هستن که با هم می همدیگر رو میفهمن. هر دوشون به دنبال رحایی هر دوشون به دنبال آزادی هن. فراتر از مرز ها. فراتر از محدودیت ها. سفر های جدید به سوی آینده. و وقتی که ما این انرژی رو داریم الان این نشون میده که ما در حال روبرو شدن با, با ورژنی از آیندهمون هستیم چون جوپیتر میشه بهش گفت روح راهنمای ما یا هایر سلف ما آگاهی برتر ما که در نشان آکواریوسه و تحت این انرژی ها ورژن آینده ما اومده به این نقطه و داره تناب میندازه ما رو میکشونه میبره به سمت آینده میگه ببین تو قرار نیست تو اون نقطه بمونی اینجا جای توه آینده است مثلا نگاه کن خودتو در این شرایط در این پوزیشنی که هست اون الان یه خاطره ای تو الان یه خاطره ای زود بیا بیرون از اون خاطره اون اومده اینجا که ما رو دعوت کنه و بسیاری از ما تحت این انرژی های کماندار با حضور جوپیتر در آکواریوس به مرحله می رسیم که داریم از گذشته عبور میکنیم. ببینید نمیشه بگم از گذشته کنده میشیم ولی میتونم بگم عبور میکنیم اگر یادتون باشه گفتم که اون آسانسوری که ما سواریم و بهش میگیم سعود خیلی وقتها داره زیر زمین میاد بالا هنوز نرسته به طبقه صفر ولی تحت تاثیر این انرژی هایی که الان داریم با حضور مرکوری که الان داره فضای آخر اقرب رو تیمی کنه و کمانداری که داره اکتیو میشه و خورشید گرفتگی که در کمانداره من به شما میگم که ما داریم میرسیم به نقطه صفر و این خیلی مهمه چون ما در نقطه صفر ورژن آیندهمون رو ملاقات میکنیم ما وقتی میرسیم طبقه همکف ورژن آیندهمون رو میبینیم و میگه بیا بیا بالا بیا به آینده فرض کنیم که مثلا از طبقه منفی 100 تا صفر مثلا گذشته است صفر میشه نقطه حال و بعد از اون مثلا میشه آینده و ما هنوز به نقطه حال نرسیدیم بارها گفتم براتون ما داریم گذشته رو زندگی میکنیم چون داریم هنوز کوله بارهای گذشته رو میاریم هنوز تحت تاثیر گذشته گرفتار یک سری از مسائلی هستیم که نتیجه تصمیم های گذشته مونه پس ما هنوز به نقطه حال نرسیدیم چون ما هنوز دست و پاگیر همون تصمیم های گذشته ایم که یا خانواده برامون گرفتن یا خودمون گرفتیم و نتونستیم زنجیرهاش رو هنوز باز کنیم ما تو اون نقطه ایم. با وجود مرکوری در اغرب ما داریم از اونها عبور میکنیم و به نظر من داریم میبینیمشون انگار که مثلا من اون سنتاریم چون خورشید رفته توی کماندار من اون سوار بر اسبیم که دارم از یک مسیری از یک تونلی, تونلی عبور میکنم و توی این تونل مثل مثلا اسکرین های بزرگ اسکرین میگن این صفحات بزرگ که من میتونم سناریوهای گذشتم رو توش ببینم من دارم از اونا عبور میکنم اینا میشه خاطرات گذشته برای همین ما تا از نوع عبور نکنیم نمیتونیم بریم به نقطه صفر برسیم اینا رو میبینیم وقتی که آگاه تر داریم میشیم سناریوها رو شفافتر میبینیم سنا... سنا... سناریوهای کودکیمون رو سناریوهای درگیر کنندمون رو حتی از زندگی های گذشته شفافتر میبینیم شفافتر میبینیم تا عبور بکنیم و برسیم به نقطه صفر و مرکوری داره این مسیر رو طی میکنه یعنی ما داریم از نظر ذهنی این مسیر رو طی میکنیم و دردهامون رو هم دوباره تجربه میکنیم حس میکنیم ناامیدی ها دیگه اون چیزی که باعث فشار احساسی شده اون چیزی که توی روانکاوی در حقیقت میخوایم اونها رو ازشون آزاد بشیم انصدادها اونها رو میبینیم ازشون باید عبور کنیم برسیم به نقطه صفر چون نقطه صفر جاییه که ورژن آینده ما داره ما رو صدا میکنه تا ما رو ببره به طبقات بالاتر ما وصلیم الان به ورژن آیندهمون مرکوری که بیا توی نشان کماندار این انرژی بیشتر تقویت میشه خورشید گرفتگی نشان کماندار که اتفاق بیفته بیشتر و بیشتر میشه ماه کامل دسامبر که اتفاق بیفته اون موقع خورشید روی مرکز گلکسیه خورشید گرفتگی که اتفاق میفته در امتداد گریت اترکتر اتفاق میفته یعنی اون چیزی که ما داریم از تمام راه شیری از تمام کهکشان جذب میکنیم اینها همه نقطه های مهمی، مرکز گالکسی گریت اترکتر اینها وقتی که اکتیو میشن یعنی ما داریم با ورژن های فراتر از زمان و مکان ارتباط میگیریم ما در تمام این ابعاد هستیم گفتم که از نظر انرژی بخوایم حساب بکنیم ما در گذشته هستیم ما در حال هستیم ما در حال آینده هم هستیم مردونم گفتم به چه ترتیب فهمش خیلی راحت بنابراین با وجود انرژی کمانداری که داره تشدید میشه با خورشید گرفتگی در کنار مرکوری در کنار گریت اترکتر بعد با ماه کاملی که در, در پیش داریم که خورشید روی مرکز گلکسیه تمام اینها نشون میده که یک سفر جدید با ورژنی از آینده ما در حال شروع شدن برای رسیدن و رفتن به اون سفر باید این ونوس برگشتی در کنار پلوتو رو به پایان برسونیم و این ونوس برگشتی در کنار پلوتو یاد میده که دقیقا چی برامون مهمه و یک بعد جدیدی از زندگی رو از وجودمون رو برای ما مشخص میکنه بدون شک یک قسمتی از این افزایش ارتعاش درباره همینه که من نوعی و تک تک شما با یک بعد جدیدی از وجودمون با یک استعداد درونی قبلی که نمیشناختیمش آشنا بشیم و به همین دلیل بسیاری از دروازه ها رو میبنده کات میکنه تا من بتونم روی اون موضوع متمرکز بشم و اون رو بیرون بکشم ممکنه که مثلا فرض کنید بسیاری از شما متوجه بشید که به استرولوژی علاقه دارید متوجه بشید که تو این زمینه استعداد دارید و میتونید برید از طریق استرولوژی هم به خودتون کمک کنید هم به دیگران من عنوان مثال میگم و خوبی نشان کماندار و انرژی آکواریوسی که جوپیتر الان هست اینه که به ما کمک بکنه تا با حقیقت و صداقت آشنا بشیم با حقیقت و صداقت جلو بریم در ارتعاش حقیقت و صداقت قرار بدیم خودمون رو و این یک انتخابه نه اینکه خودش پیش بیاد چون به هر کس فرصت داده میشه که حقیقت نباشه صداقت نباشه و باید انتخاب بکنه ارتعاشش رو در مسیر این شناخت ارتعاش ما متوجه میشیم که توی رابطه ها با دیگران خیلی وقتها نمیتونیم دیگه انرژیمون رو ممزوج, ممزوج کنیم و میخوایم که حد و مرز بگذاریم فاصله گذاری داشته باشیم و این فاصله گذاری اتفاق میفته در بسیاری از این تغییر شناخت و ارتعاش که داره اتفاق میفته بسیاری از ما مقصد و هدف زندگیمون برامون تغییر میکنه یا یه چیزی برامون کمرنگ میشه یا یه چیز برامون پررنگ میشه به خصوص این همه انرژی کماندار که داریم فرصت های متفاوت میبینیم دنیا رو وسیع تر و بزرگتر میبینیم انرژی آکواریوس و کماندار مثل اینه که شما یک عقاب باشید که دارید از بالا نگاه میکنید به زمین نگاهتون تغییر میکنه نسبت به مسیر سفرتون و اون چیزی که در انتها میبینید در مسیر این سفری که داریم میریم قبلا هم گفتم بسیاری از ما ارتباطمون رو با سیستم ها از دست میدیم به خصوص, به خصوص وقتی که ونوس برگشتی میکنه در جوار پلوتو چون در کپریکورن و سیستم و ما از نو باید سیستم و استراتژی برای خودمون شکل بدیم و بسیاری از ما در حال در حال فاصله گرفتن از سیستم ها و قوانینش هستیم قوانین حاکم و اعتراض میکنیم نسبت به قوانین حاکم و باهاش پیش نمیریم نمونهش میتونه این باشه که کارهای قانونی شما به مشکل بر بخوره یا اینکه شما مثلا اون کارهای قانونی رو نسبت بهش حساس نباشید براتون اهمیت نداشته باشه یا اینکه ارتباطتون با زمان تغییر بکنه گفتم براتون اینی که امروز چند شنبه و چند دومه مهم نیست ساعت چنده مهم نیست مثلا من روزها رو از درجه خورشید میتونم بگم که امروز میدونم که خورشید کجاست کدوم درجه است روی چارت آسترولوژی چرا چون ارتباطم انرژیک میشه از طریق انرژی ارتباط دارم در بدن انرژی ارتباط دارم نه در بدن فیزیکی و سبودی وقتی که شما در بدن سبودی هستید ارتعاشتون با زمان و قوانین دنیای سبودیه ولی وقتی که فراتر از این باشید شما سیستمتون میشه سیستم انرژی انرژی ها رو دریافت میکنید بر اساس انرژی ها زمان بندی هاتون تغییر میکنه و کارهاتون رو بر اساس گردش انرژی شکل میدید اینها اتفاقاتی که داره میفته و همش به خاطر اینه که جوپیتر در نشان آکواریوسه و این انرژی اوج میگیره با حضور خورشید و مرکوری و خورشید گرفتگی که در نشان کماندار خواهیم داشت. از طرف دیگه چون که سترن و اورانوس در تمام سال با هم در زاویه سختی بودند و اورانوس سیاره حاکم بر آکواریوس و سترن در آکواریوس نشسته بنابراین این هم یک قسمت دیگه از کنده شدن از سیستم هاست از سیستم های و قوانین حاکم بر دنیای سبادی و حتی اختلال با این قوانین ممکنه برای شما ایجاد شده باشه اگر در این راستای انرژی باشید و در ماه رسان باز این تشدید میشه چون اینها باز در مرحله دیگه از این نبردشون هستن و این انرژی بارها گفتم برای آکواریوس و تارس لیو و اغرب بیشتر از دیگران احساس میشه اما به هر حال الان دیگه داریم میریم به سمت ونوس برگشتی کنار پلوتو و انرژی برای ترازوها هم بیشتر احساس میشه نشانهای کاردینال میون وسط ها و خوچا به همچنین قرچنگها ها به همچنین ترازو ها به همچنین کپریکورن ها همینطور بنابراین اینها همه تغییراتیه که داره ایجاد میشه و در راستای این تغییرات در دنیای درونمون به دنبال حقیقت میگردیم گفتم چون کماندار نشان حقیقت جوپیتر سیاره حقیقت و آکواریوس هم به همین ترتیب بنابراین همه ما در درون روحمون به دنبال حقیقت میگردیم وقتی که در درون به دنبال حقیقت میگردیم در بیرون هم حساس میشیم به حقیقت و دروغ و وقتی که به دروغ ها حساس بشیم گفتم یعنی انگار گیرنده های ما به هر چیزی حساس میشن گفتم چه به درد، چه به شادی، چه به حقیقت، چه به دروغ به همه حساس میشن و اون موقع است که دیگه فرکانس دروغ رو نمیپذیرن و اعتراض نسبت به دروغ پوشانی ها زیاد میشه و اعتمادها از بین میره به خاطر اینکه متوجه میشیم خیلی از این اعتمادها به خاطر به خاطر باور کورکوران است نود جنوبی در نشان کماندار در یک سال و نیمه گذشته به ما نشون داد که بسیاری از ما در باورهای کورکورانه هستیم و بدون آگاهی چیزی رو قبول میکنیم بدون تحقیق بدون بررسی بدون سند بدون مدرک هر کی هر چی گفت قبول میکنیم چه از الان چه از هزار سال پیش چه از دو هزار سال پیش هر کی بیاد هر چی بگه قبول میکنیم تازه اونو رو به بقیه میکنیم اما به هر حال با این همه حجم انرژی کماندار و با پا پایان حرکت نود جنوبی در کماندار که داره به صفر میرسه و با مارس در اینجا برخورد میکنه به نظر من ما یک کات قدرتمند باوری داریم نسبت به اون چیزهایی که تا حالا باور میکردیم نسبت به آدمهایی که باور داشتیم بهشون و اونها رو برای خودمون بود کرده بودیم سمبول کرده بودیم فرق نمیکنه که چه سمتی برای ما داشتن چه رابطه ای با ما داشتن باورهامون نسبت بهشون عوض میشه و چشممون به خیلی از چیزها باز میشه نگاهمون تغییر میکنه چون حقیقت رو باید ببینیم و یه پستی گذاشتم توی تلگرام حالا اونای تلگرام دارن شاید دیده باشن در مورد بحث ویروس و همینطور در مورد اینکه چه تحقیقاتی روی انسان اینها داره انجام میشه بعضی دیدم دارن می که راشل جان خوب شد که شما گفتی در مورد این و اینا من خواستم بهتون بگم من از سال 2019 گفتم اینو بچه هایی که ویدیوهای اون موقع رو شنیدن میدونن که همون موقعی که گفتن را راشه در مورد ایران بگو جنگ میشه آمریکا چیکار میکنه ایران و اینا بهشون گفتن بابا موضوع اصلا ایران نیست شما چقدر نگرانید الان موضوع چینه دقیقا یعنی چارت آسترولوژی به خاطر اینکه رایزینگی هم که داره چین رایزینگ آکواریوس و پلوتو داره میاد وارد آکواریوس میشه موضوع قدرت چینه و توی چارت آسترولوژی چینم که بهتون نشون دادم جوپیتر در خونه دوازدهش نشون میداد که تحقیقات مخفی در جریان بوده که پلوتو و سترن در دوازده ژانویه 2020 اون رو به بیرون کشیدن یعنی ما توی ویدیوها در مورد اینها صحبت کردیم توی ویدیوی دیگه هم براتون گفته بودم که سترن وقتی که میاد توی آکواریوس تست های بشری شروع میشه یادتون میاد چون سترن تسته آکواریوس نشان بشریت تست های بش بشری شروع میشه و همون موقع براتون گفتم که بحث واکسن هم یک بحث تست نشده که میخواد تست بشه روی بشریته. و خیلی ها پرسیدید که راش و همون موقع گفتم یعنی میزنی یا نمیزنی گفتم من ترجیح میدم که جزء پروسه ای که با دروغ و مخفی کاری شروع شده و در حال تست بقیهش تا اونجا که ممکنه جزء این پروژه نباشم و تو این پروسه نباشم مگر اینکه دست و پامو بگیرن بیام در خونه مجبورم بکنم بذارم یادتون میاد این صحبت ها رو من قبلا کرده بودم ولی دوست ندارم خیلی من بگم من اینو گفته بودم تکرار کنم تکرار کنم حالا نظر من اینه من نمیخوام بگم نظرم اصلا درسته نظرم های باید همین کارو رو بکنن من نظر شخصی خودم میگم من از دیدگاه خودم میگم که وارده پروسه ای که همش از اول با مخفی کاری شروع شده و کسی نمیدونه که از کجا شروع شده و چرا شروع شده و کیا توش دخیل بودن وارد یه همچین پروسه و پروژه ای نمیشن تا اونجا که ممکن باشه و این از اول نظر شخصی من بوده و هیچ تغییری هم نکرده اما همونطور که گفتم من اینجا نیستم که به شما بگم که نظر شما چی باید باشه یا اینکه شما چی کار باید بکنید یا اینکه یا اینکه اصلا مثلا چرا این کار رو کردی یا اینکه اون کار رو نکن اصلا نکن و بکن ما نداریم توی توی نمیدونم مسیر زندگی را هر چیزی من اصلا موافق این نیستم که به کسی بگم بکن یا نکن و همیشه هم مشکل دارم با اونهایی که میگن که باید اطاعت کرد از یک استاد و از این صحبت ها من اصلا با این موضوع مشکل دارم چون من معتقدم به استاد درون و این که اون استادهایی که در بیرون هستن هر کدوم در مقطعی از زندگی سر راه ما قرار می گیرن تا ما قسمتی از استاد درونمون بیدار بشه و در همین مسیری که داریم میریم باید قدردانشون باشیم باید یعنی نسبت بهشون باید قدردان باشیم این خیلی مهمه و بهشون احترام بگذاریم نباید غرور ورمون داره که بگیم خودم همه چی بودم و هیچ کسی هیچ کاری برای من نکرد و هیچ کس من هیچی یاد نداد نه اینجوری نیست اما به هر حال اینی که یکی مراده و اونکی موریده بی, بی چون و چراست این در قاموس من نیست و به کسی نمیگم بکن یا نکن چون فکر میکنم هر کس باید به ندای درون خودش برسه و به اون گوش بکنه این اون موقع است که ما بیدار میشیم اون موقع است که ما ماتریکس رو میشکنیم اون موقعی که هر کسی خودش رو بشناسه اون موقعی که هر کس خودش درک بکنه که مسیر چیه آنتنای خودش فعال بشه وگرنه اگر که یک نفری بیاد بگه که این برنامه خب بازم داره برنامه میده پروگرام میده آسترولوژی هم هیچ وقت پروگرام نمیده به کسی خیلی وقتها هی میگید خب راشل بگو چی کار کنیم خب من نمیتونم بگم چی کار کنیم من فقط از میدان انرژی میتونم بگم و این حقیقت زندگی ماست اونجایی که خیلی ها میپرسن اراده است چی میگن جبر یا اختیار ما در فضای قرار میگیریم که اون فضا میتونه جبر باشه اما تصمیمی که من میگیرم اختیاره و اینم مقطعیه یعنی بستگی به این مسیر تکامل و حرکت سیارات فرق میکنه بعضی سیارات یعنی ما رو میرسونن به نقطه ای که دیگه قدرت اختیار نداریم چرا؟ چون بر اساس تصمیم های گذشته اختیار های گذشته به اون نقطه رسیدیم یعنی باز نمیتونیم بگیم که من به اینجا که رسیدم مجبور شدم چون اونجا ته خطه اونجا ادامه تصمیم های گذشته است بنابراین خودتون ببینید که واقعا چه تصمیم هایی باید گرفت واقعا اتفاقاتی که داره میفته حقایقی که روشن میشه و باز باز انتخاب ما آدم ها روی زمینه که چقدر هوشیار باشیم و چقدر سکوت بکنیم در برابر مدارکی که در افشاگری های مختلف حالا ممکنه به خصوص با خورشید گرفته یک هماندار و اینها باز هم بیرون بیاد با وجودی که ونوس داره در نشان, کپری در نشان کپریکون کنار پلوتو حرکت میکنه اونهایی که در پست و مقام هستند و فکر میکنن که کنترل همه چی دستشونه و متولی هستند اینها واقعا باید حواسشون رو جمع کنن یعنی این یک تغییر کدینگ یک تغییر برنامه است که میتونن اعمال بکنن آیا همچنان میخوان از قدرت سو استفاده کنن به بعضی هاشون فرصت دیکتاتوری بیشتر داده میشه اگر که ما بیدار نشیم ولی اگر که ما بیدار بشیم فرصت اون دیکتاتوری و سوء استفاده از قدرت از اونها گرفته میشه تحت تاثیر این انرژی ها همین جور که داریم میریم به سمت فوریه و مارچ 2022 خوب نگاه کنید ببینید تغییرات قدرتی اتفاق میفته تغییرات ارزشی ارزش پولها اتفاق میفته به شدت چرا چون ونوس در نشان مقام در کنار سیاره قدرت حرکت برگشتی میکنه وقتی که ونوس در کنار پلوتو حرکت برگشتی میکنه ما باید از سایه های قدرت عبور بکنیم و همین دلیل ترسناکه ترسناکه هر چقدر هم دلتون میخواد بگید راشل ما ترسیدیم مهم نیست ترسناکه وقتی که ونوس از کنار پلوتو حرکت برگشتی میکنه چرا؟ چون باید قدرت درون رو بشناسیم و قدرت درون از کجا بیرون میاد از اونجایی که من زیر چرخ سنگین و سنگین آسیاب قرار میگیرم اونجاست که من حس هرکول بودن به هم دست میده و یک دفعه میتونم اون سنگ های بزرگ رو بردارم یعنی اول بار رو باید احساس بکنم فشار رو باید احساس بکنم تا بتونم قدرت رو بیرون بکشم به هر حال اینها انرژی هایی که ما داریم باهاش رو به رو میشیم سفر جدیدی که داره آغاز میشه فراخانی که داره به ما داده میشه برای رفتن به این سرزمین ها دروازه ها و انرژی های جدید برای رویا روی با ورژن آیندهمون برای اینکه اون داره ما رو صدا میکنه برای اینکه دستش رو دراز کرده ما رو بگیره تناب انداخته میگه ببین آینده اینجاست کجا گیری کردی کجا گیر کردی تو طبقه مثلا منفی پنج دنبال چی میگردی بیا بالا تموم شده منفی پنج اون میگه آسانسورم گیر کرده این تناب انداخته میکشه ما رو بیرون این وضعیتی که ما الان توش هستیم و برای اینکه بیایم بالا باید بتونیم از منفی پنج دل بکنیم و به نظر من پروسه ونوس و, و پلوتو این دل کندن از این منفی پنج و منفی ده و این هاست و همینطور حرکت مرکوی در درجات آخر اغرب به اضافه اینکه معنای امنیت درونی و امنیت بیرونی برامون تغییر میکنه به اضافه اینکه باید بریم به دنبال امنیت حقیقی و از اینکه تکیه بکنیم به اینکه یک سری از قانون برای ما امنیت ایجاد بکنن میدونید این باور باید برچیده بشه این هم یه باور دیگه این باور هم داره به پایان میرسه سست شده در پایان میخوام صحبت هم رو با یک یک تجربه عملی با هم به پایان برسونیم دفعه قبل براتون گفتم که دستتون رو یکیش رو بگیرید به سمت آسمون و یکیش رو بگیرید به سمت زمین این بار باز هم میخوام همین رو بگم یک دستتون رو بگیرید به سمت آسمون و یک دستتون به سمت زمین کف دستی که رو به سمت زمینه یعنی کف دست رو به زمین باشه و دست مثلا راست کف دست رو به آسمون باشه یه حالت درخت داره ایجاد میشه اون چیزی که من جایدن دارم خیلی بهش متمرکز میشم و بهش کشیده میشم یکی درخت ها، یکی پرنده ها درخت ها کانال انرژی اتصال بین آسمان ها و زمین هستند و چون انرژی زمین داره فعال میشه و نود شمالی داره میاد توی انرژی تارس و خب اورانوس توی تارسه و همش داره با من صحبت میکنه بهتون گفتم ما باید انرژی رو از آسمان ها انرژی سعودی که داریم در وجودمون بهش میرسیم رو باید به سمت زمین هدایت بکنیم و درخت دقیقا همین کار میکنه درخت نور رو میگیره میاره منتقل میکنه در سراسر ساقه و ریشه میاره با ریشکهاش اینها تبادل میکنه یعنی اون نور رو که سنتز میکنه میاره با تبدیل به قضا میکنه و توی ریشه و خاک و اینها با املاح و اینها تبادل میکنه و به این ترتیب انرژی بین آسمان ها و زمین به گردش در میاد توسط درختان و میخوام یه ما هر کدوم نقش اون درخت رو بازی بکنیم دستتون رو بگیرید به آسمون ها و سعی بکنید احساس بکنید انرژی رو ببینید که چجوری احساس میکنید این انرژی رو توی کف دستتون انرژی که دارید از آسمان ها دریافت می کنید رو توی وجودتون عین یک درخت جاری کنید و از سمت دستی که رو به زمین کفش و همینطور از کف پاها این رو شروع بکنید به زمین منتقل کنید به نظر من این تمرین چرخش انرژی در وجود ما این تمرین ایجاد امنیت چون ریشه های ما رو توی زمین محکم میکنه تبادل ما رو با زمین تقویت میکنه و ما رو چند بودی میکنه چون که ما آگاهانه متصل میشیم به آسمان ها توجه می به آسمان ها و سعی می که اون رو بکشونیم این همون Great Attractor به درون وجودمون و اون رو جاری کنیم به زمین و زمین وجودمون رو متصل بکنیم به زمین خب امیدوارم صحبت هم کمک بکنه تا همون بتونیم با ورژن آیندهمون ارتباط و اتصال ایجاد بکنیم ورژن آینده ما منتظر ماست در طبقه صفر و این خیلی مهمه که ما بتونیم به این طبقه صفر برسیم و این خورشید گرفتگی که در پیش داریم این امکان رو بر ما فراهم میکنه خب وعده همگی ما دیدار در طبقه صفر تا ویدیو بعدی خدا نگهدار لوهناهو ملاهو